به نام خداوند بخشنده و مهربان، بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبری ساعت 6 از شمشاد نیوز. امروز پنجشنبه 12 دل 1402 خورشیدی است که برابر می شود با اول فوریه سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. واکنش چین به پذیرش اعتبارنامه سفیر امارت اسلامی. چین پذیرش اعتبارنامه سفیر حکومت سرپرست را پروسه عادی دیپلماتیک خوانده است. گزارش شورای امنیت درباره حضور القاعده در افغانستان. این شورا ادعا دارد که امارت اسلامی رابطه خود با القاعده را قطع نکرده است. و کشته شدن 150 تن در حملات تازه اسرائیل بر غزه. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. چین پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید امارت اسلامی را از سوی این کشور یک پروسه عادی دیپلماتیک خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید با حکومت سرپرست تعامل قوی دارد، اما برای رسمیت شناختن پذیرش و عملی نمودن خواستهای جامعه جهانی را مهم میخواند. از سوی دیگر سخنگوی امارت اسلامی با ستایش از پذیرش اعتبارنامه سفیر حکومت سرپرست از سوی چین خواهان گسترش روابط با چین شده است. بعد از دادن باورنامه به نماینده خاص و سفیر حکومت سرپرست افغان از سوی رئیس جمهور چین و واکنش شدید آمریکا در این زمینه، اکنون وزارت امور خارجه چین این کار را یک پروسه عادی دیپلماتیک می‌خواند. وانگ وین بین طی کنفرانس خبری پالیسی چین در برابر حکومت سرپرست را واضح و ثابت خوانده و منحیث یک کشور دوست و همسایه افغانستان متحد به تعامل و گسترش روابط با افغانستان می‌باشد. پالیسی چین در مورد افغانستان ثابت و واضح است. چین من حیث یک همسایه دوست افغانستان متحد به سیاست خارجی دوستی با تمامی افغانها تحکیم روابط دیپلماتیک و همکاری در بخش‌های متعدد می باشد. فرستادن سفیر از سوی حکومت سرپرست افغانستان و دادن باورنامه از سوی رئیس جمهور چین به وی یک پروسه دیپلماتیک ساده و نرمال شمرده می شود. وی از جامعه جهانی هم خواست تا وارد تعامل با حکومت سرپرست شود و از طریق کمک های مشترک آنان را تشویق نماید تا به نگرانی های جهانی به طور درست و شکل فعال پاسخ ارائه نماید. وانگ وین بین گفته است اگر حکومت سرپرست به نگرانی ها و خواسته های بسیاری از کشورها به طور درست رسیدگی و پاسخ دهد، پس رسمیت شناسی دیپلماتیک به طور طبیعی به میان خواهد آمد. من میخواهم بگویم که افغانستان باید از جامعه جهانی بیرون نشود. ما انتظار داریم که افغانستان به انتظارات و خواستهای جهان پاسخ درست ارائه نماید. ساختار فراگیر و سیاسی را به میان آورده و پلیسی زیرکانه داخلی و خارجی را نیز برگزیند. با انواع تروریسم مبارزه نماید، به شمول همسایه ها با تمامی کشورها روابط دوستانه خود را تحکیم بخشد و خود را با جامعه جهانی مدغم سازد. اگر حکومت افغان به خواست‌ها و نگرانی‌های جهت‌های متعدد به طور مؤثر و فعال پاسخ دهد و رسیدگی نماید، پس بر رسمیت شناسی دیپلماتیک به طور طبیعی به میان می‌آید. با این امر ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی خواهان گسترش روابط هسنه سیاسی و اقتصادی با چین است و از دادن باورنامه از سوی رئیس جمهوری این کشور به نماینده خاص و سفیر امارت اسلامی استقبال میکند. در این ستایو چین دست هیواد افغانستان سره خیلی اړیکې لري، دیپلماتیک اړیکې لري، هم دغه اقتصادي اړیکې هم در غېدو دي. په حال کې افغانستان اسلامي امارت بیا رغونته ضرورت لري. چین یو قوي اقتصادي هیواد په سیمه کې، افغانستان سره ښه تعامل غواړي. در این حال شمار از کارشناسان منحیث یک کشور مستقل داشتن رابط دیپلماتیک با کشورها را حق افغانستان می دانند، اما می گویند این رابط باید سنجیده و طور باشد که کشور را بار دیگر به مرکز نبرد و رقابت کشورهای برقدرت مبدل نسازد. افغانستان خپلواک هیواد ده، حق لري، حقوق لري چې په مملکت کې سفارت ولري او غوښتل دلته په افغانستان کې سفارت ولري. دا چې نړیوالو بالخصوص امریکا دا حق سلب کړی ده، دا زیاته بلل کیږي. اوس هم چې کوم هیواد سره نږدېوالی یا د سفارتونو د پرانیستې خبره کیږي، باید په دې کې اسلامي امارت ډېر محتاطانه قدمونه واخلي چې خدای نخواسته یو طرف ته نږدېوالی سبب د بل طرف ته د تقابل پایله نشي.
این در حال است که روز گذشته جینگ پینگ رئیس جمهور چین طی مراسم رسمی به سفیر معرفی شده امارت اسلامی باورنامه داد، موردی را که منجر به واکنش تند آمریکا گردید و خواهان وضاحت کشور چین در این زمینه شد. شورای امنیت سازمان ملل ادعا کرده که القاعده در افغانستان مخفیگاه های امن دارد. شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازه خود ادعا نموده که حکومت سرپرست رابطه خود را با شبکه القاعده قطع نکرده است. اما سخنگوی امارت اسلامی در مصاحبه با شمشاد این گزارش شورای امنیت را بی اساس خوانده و آن را ترتیب اسوی حلقات دانسته که نمی توانند پیشرفت و آبادی افغانستان را تحمل کنند. کارشناسان سیاسی و نظامی نیز با انتقاد از این گزارش تاکید نمودند که در آن نام کشورهای تروریسم گرفتن نشده که تروریسم را پرورش و تربیت می دهند. در گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل تنها اسم افغانستان در ارتباط با تروریسم ذکر شده است و گفته شده که شبکه القاعده در 4 ولایت افغانستان از قبیل غزنی، لغمان، پروان و اروزگان مراکز تازه آموزشی ساختند و همچنان در ولایت پنجشیر یک دیپوی از مهمات را هم نیز در اختیار دارند. یافته های ما نشان می دهد که القاعده در افغانستان 8 مرکز آموزشی را ایجاد کرده که 4 آن در ولایت غزنی، لغمان، پروان و اروزگان و یک دیپوی مهمات را در ولایت پنجشیر هم ساخته است. به همین ترتیب اعضای پیشین و کنونی شبکه القاعده در افغانستان توان آن را ندارند تا حملات گسترده را تنظیم نمایند. چکم اطلاعات اخیزی دی باید پاده اطلاعات که وغازی کسی در خلق کم شبه خیلی سرقم صلاح و سرقم اعتداد در امارت اسلامی اخیراً گزارش شورای امنیت سازمان ملل را بی اساس و بدور از حقیقت خوانده است. سخنگوی امارت اسلامی در گفتگو با شمشاد اخیراً گزارش شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده که گویا شبکه القاعده در افغانستان مراکز آموزشی دارند. مجاهد افزوده یک برنامه منظم متهم نمودن امارت اسلامی از آدرس سازمان ملل را اندازی شده و این مورد جز پروپاگند چیزی دیگر نیست. با گفته مجاهد گزارش های شورای امنیت سازمان ملل از آن ادادرس ها سرچشمه می گیرد که با آبادی و پیشرفت افغانستان حساسیت دارند. اول خب موقع در تأصف وارد بولیست در ملگر ملتونو در امنیت شورا همیشه پا دستی پروگرامون رو بندی کار کهی یا دستی را پرون اخباریسی اغا در افغانستان پا زیدی در افغانستان سر در کینی پا اساس بندی تحیه کهی دوم در سر پرون سی جوری که در منابع ها کاری ویسی یا داخلی کاری دی ممکن تختیدلی کاری سی در افغانستان آبادی، آزادی و استقلال اغاوی تخوان نور که یو اساس دی ورستن. زبیولا مجاهد ابراز امیدواری کرده که شورای امنیت باید اجازه ندهد که گزارش هایش شکار اهداف سیاسی گردد. مجاهد یک بار دیگر اطمینان داده که هیچ گروه مسلح در افغانستان حضور ندارد و خاک افغانستان هم بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. اول باید واسطه موږ دا خبره جدي را دوسې په افغانستان کې د القاعده شتون ولري یا د هغو سره داسې تړاوونه موجود وي. او دوهم داسې د داعش په وړاندې هم د اسلامي امت مبارزه د افغانستان دپاره ده. د افغانستان سوله او امنیت ته ضرورت دی. داعش یوه پدیده داسې هر چیرې ځي سوله خرابوي، امنیت خرابوي او د موږ د په وړاندې باندې دوی جنګ کوي. کله چې داسې بغاوت څوک کوي هغه ځپل وجیبه ده او دا به موږ دوام ورکوو. افغانستان که اوز داعش بلکل زفل سوی دی محوی پا حالت که قرار لدی. در این حال نظریات کارشناسان سیاسی و نظامی در مورد گزارش شورای امنیت سازمان ملل از هم متمایزند. دا زویل هستن چه افغانستان پا دا غنیم پیڑی که پا دا غسی لوبو که پا سیاسی و استخباراتی لوبو که من پا میلون هاو انسانان من لاس آور کرده او دا غا جغرافیا دی بدبختوی پا کنده که غرزول سوی ده او د ترخوی د پرمختګ د کاروان پاتې شي. زه په دې باور یم چې افغانان پرون او نن د ترهګرۍ اصلي قربانیان دي. هغه هېوادونه چې له ترهګرۍ څخه د ابزار او وسیلې په توګه استفاده کوي هغه اکثریت یې د امریکا ستراتیژیک متحدین او نږدې دوستان دي. زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې څخه دا ده چې د ترهګرۍ اړوند سلیقوي چلند ونه کوي. این در حال است که قبل از این جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در واکنش به گزارش شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که ارزیابی های استخباراتی امریکا نشان می دهد که القاعده در افغانستان توان آن را ندارد تا با امریکا و متحدین آن تهدید واقع شود. امارت اسلامی می گوید که جامعه جهانی باید به تأمین حقوق بشری در افغانستان باور داشته باشد. تا
تازه نماینده امریکا در سازمان ملل در دیدار با رینا امیری نماینده خاص این کشور برای زنان افغانستان روی حل بحران بشری و حمایت از زنان در افغانستان تاکید کرده است. کارشناسان تاکید دارند که اگر امارت اسلامی به حق کار، تحصیل و دیگر حقوق زنان و دختران تعهد کامل خود را نشان دهد، برای رسمیت‌یابی بیشتر نزدیک می شود. لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل با رینا امیری نماینده خاص این کشور برای زنان افغان دیدار کرده است. گرینفیلد در صفحه ایکس خود نگاشته که با رینا امیری روی حل بحران بشری در افغانستان و محدودیت های وضع گردیده سوی حکومت سرپرست بالای زنان و دختران افغان صحبت نموده است. او تاکید کرده که برای حمایت دوامدار از زنان افغان جامعه جهانی باید در کنار آنان بیستد. با رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای زنان افغان روی تلاش ها و حل مشکلات بشری در افغانستان صحبت کردیم. جامعه جهانی باید در وقت ضرورت به حمایت خود از افغان ها ادامه دهد. امارت اسلامی میگوید که جامعه جهانی از تامین حقوق بشری در افغانستان بالای حکومت سرپرست باور ندارد، در حالی که به گفته سخنگوی امارت اسلامی حقوق بشری در کشور تامین و به تمام معنا به آن متحدند. اسلامی امارت خپل دریت په مقرر ډول خپل ټولو استاد سره شریک کړی دی. باید دوی باور وکړي، باور ولري. دا ستونزه دا ده چې دوی باور نه لري په دې باندې چې افغانستان څه دریځ لري او څه وایي دوی ته. او بل دا چې هغه حقوق چې اسلامي شریعت یې دواو ته ورکوي، افغانستان اسلامي امارت ته ژمن ده او دې ته ځان متحد بولي. از سوی دیگر شمار از کارشناسان تاکید دارند که امارت اسلامی حق کار و تحصیل و تمام حقوق زنان را رعایت نماید تا باشد زمینه رسمیت یابی از سوی جامعه جهانی مساعد گردد. که چیری طالبان د خزو حقوق ور نکری دنیای پر اسپیت نی پیجنی او که دنیای پر اسپیت نی پیجنی نو تاس پویگی جد افغانستان دا پار دیر خندون را منسکیر افغانستان دا وسم دی اقتصادی سن سر مخامخ دی دا افغانستان بانکون تریلی دی نون مشکلات با افغانستان دا پار مخت دا غسی راش دا افغانستان دا خلکو دا نریوارلو او د ټولو په یو خپل امدا غوښتنه ده چې باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره شي، ځکه ډېری ښځې سرپرست لري، متکفل د خپل فامیل دي. در کنار تشکیل حکومت همشمول، عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها و مبارزه علیه تروریسم، تامین حقوق بنیادی زنان از جمله خواسته های است که جامعه جهانی برای رسمیت شناختن حکومت سرپرست شرط گذاشتند. اما امارت اسلامی بر پوره شدن تمام این شروط تاکید دارد. محکمه جهانی عدالت می تواند محدودیت های اعمال شده بر دختران افغان را بررسی نماید. در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از حیدربار معاون بخش زنان این سازمان گفته شده که محکمه جهانی عدالت می تواند از محدودیت های وضع شده بر زنان افغان جلوگیری نماید. حکومت سرپرست نگرانی های این سازمان در مورد دختران افغان را بی اساس می خواند و می افزاید که در برابر آن مسئولیت ندارد. در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر، اظهارات حیدربار معاون بخش زنان سازمان ملل نیز تذکر داده شده که گفته از زنان افغان حق دارند تا در برابر طالبان در محکمه جهانی بیستند و محکمه جهانی عدالت می تواند تا محدودیت های اعمال شده سوی امارت اسلامی بالای زنان افغان را بررسی و در جلوگیری آن مؤثر تمام شود. بسیاری از کشورها اعمال طالبان در برابر دختران و زنان را به شدت تقبیح کردند. این در حال است که محکمه جهانی عدالت هم اعمال انجام شده سوی طالبان را بررسی می کند و از تمام کشورها خواسته تا در واکنش به اعمال صورت گرفته سوی طالبان با زنان افغان همدردی خود را با آنان ابراز نمایند و طالبان را بابت آن زیر پرسش قضایی قرار دهند. کارشناسان امور میگویند امارت اسلامی به دختران و زنان یک فضای مملو از امنیت را به میان آورده و آن حقی را که اسلام برای زنان داده در افغانستان نیز تامین شده است. در چه په افغانستان کې به نړیوال یا د څار کمیټه یا بشر د څار کمیټه کوم خبرې کوي کوم ګنګوسی دي یا زمونږ غونډي ودونه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې مشکلې وي. د اسلامي امارت چې اغا کنه رینا دی او که زنانه دی چکم اک ور کړی دی، اغا اسلامي جبو اسلام د سوې چم دا اغا دوی ترنه د اخیستې ور کړی دی. د توکو بشر د چا هم تر په لاندې نه دی. دا چې دی که بشر د څار کمیټه کوم خبر راځي یا کوم څه ستون راځي په افغانستان کې دومره ستون نه شته. دا اکی ور کړی اسلام چې څاک ور کوي اغا او اکی ور کړی دی او مونږ اسلام ته وفادار یو، مونږ اسلام منو.
در این حال فعال حقوق زن میگوید زنان در جامعه قابل احترام هستند و بخش مهم از جامعه را نیز تشکیل میدهند. نگرانی های نهادهای حقوقی در مورد زنان برجاست و به گفته آنان امارت اسلامی خود با این نگرانی ها زمینه سازی کرده است. دوی د مکاتب او پوهنتونون و د کار او ټول زمینی ورته ډیرې محدودې سوي او یا حذف سوي دي، نو تشویشونه پر ځای دي. اما مهمه دا ده چې امارت اسلامی دی تشویشو ته زمینه مساعده کړې دي. سخنگوی حکومت سرپرست به اظهارات هی در بار واکنش نشان دادن نگرانی های آنان را بی اساس خوانده و میگوید که آنان در بخش دختران و زنان افغان هیچ گونه مکلفیت ندارند. اول خود دوی دغه ادراوی او در نیتنی بیزایی دید افغانستان پر دوم افغانستان دوی وزویت هم نلری او نم مکلفیت دوی پوران نلری. دوی باید اغا ستون دی هل کسی واقعا جنایتی واقعا بشری ناورین در فلسطین ستون در اسرائیل و غصب دم تا حمایت لغاستی بیدونه او ته باید متوجه وسی چې لوی نړیوال مشکل ده او لوی نړیوال ستونزه او په نورو هیوادونو کې کوم دوی شخړې جوړې کړې دي دغه د حل لپاره باید هڅه وکړي افغانستان خپله ستونزه خپله حل کړي. امارت اسلامي هرچند همواره اطمینان داده که به آن حقوق دختران و زنان متحدند که اسلام نیز به آن اجازه داده است و مسئله تعلیم و تحصیل محدودیت نیست بلکه تعطیل است و بعد از ایجاد یک فضای مناسب این حق دوباره برایشان داده خواهد شد. سرپرست وزارت دفاع ملی با رئیس استخبارات و نیروهای سرحدی ازبکستان دیدار کرده است. دو طرف روی مسائل سرحدی، تقویت روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی صحبت کردند. از سوی هم شمار از کارشناسان این گونه دیدارها را برای پیشرفت کشور مهم می‌خوانند. سرپرست وزارت دفاع ملی با رئیس استخبارات و نیروهای سرحدی ازبکستان و هیئت همراه او دیدار کرده است. در این دیدار سرپرست وزارت دفاع ملی با هیئت ازبکستانی روی مسائل سرحدی، تقویت روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی و ترانزیتی صحبت کرده است. ملا یعقوب در این دیدار روی تقویت روابط دو جانبه و تعامل مثبت تاکید کرده و به هیئت ازبکستانی اطمینان داده است که نیروهای امارت اسلامی آماده هر نوع همکاری در عرصه تطبیق پروژه های انکشافی و سرمایه گذاری در کشورند. ما در یک سال گذشته در سرحد بسیار کار کرده ایم و تصمیم داریم که در آینده نیز حفاظت و نظارت از سرحدات خود را بیشتر تقویت نماییم. هیئت ازبکستانی نیز گفته است که کشورشان خواهان رابط خوب و مثبت با حکومت سرپرست افغانستان است. آنان تاکید کردند که به همکاری های خود در بخش های مختلف با مردم افغانستان ادامه می دهند. ما خواهان روابط خوب و قوی با حکومت سرپرست هستیم. ما در بخش های مختلف به همکاری خود با مردم افغانستان ادامه می دهیم. از سوی دیگر کارشناسان می گویند که چنین دید و بازدیدها ثابت می کند که امارت اسلامی با جهان خواهان رابط مثبت و اقتصاد محور است. اگه کتن که در شان زمور دفعه در مثبت، در شان زمور دفعه در دقیسی کتنی و دقیسی یعنی ربط رامات، در زمور دفعه در زمور در افغانان و دفعه در عاملت دفعه در حکومت دفعه پا در سکی چرا وقت در پا گرطه دی، پا گرطه دادی که اعتماد پیدا کیجی، پا گرطه دادی که یو پا بل بانجی باور پیدا کیجی، او اغا سنزی، اغا خبری چی شا تا پاتوی، در وقت پاتوی، اغا که دلیسی چی پا خبر بانجی حل سی، در طول شان اغا شان جی چی مشتی گرچ رسیجی. شمار دیگر از کارشناسان تاکید دارند که امنیت سرتاسری در کشور تامین است و جامعه جهانی باید با توجه به این مسئله با حکومت سرپرست وارد تعامل گردد. د اسلامی امارات د چارواکو لیدنې د مختلفو هیوادونو د مسؤلینو سره دا د افغانستان په ګټه دي. په مختلفو بخشونو کې هلته د یو بل سره تفاهم کیږي. هغه مشکلات چې د هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحو کې هغه که په سرحداتو کې وي، هغه په کپترانزیت کې وي، په اقتصادي برخو کې وي، په هره برخه کې وي، کولی شي چې د هیوادونو مسؤلین مشران دا د خبرو اترو د لارې هغه مشکلات چې هغه بې باورۍ چې د دوی ترمنځ شتون لري هغه کولی شي چې د خبرو د لارې په ښه ډول سره حل شي. این در حال است که قبل از این نیز شمار از کشورهای منطقه نگرانی هایشان را با امارت اسلامی شریک کردند و حکومت سرپرست نیز بر حل هر گونه نگرانی اطمینان داده است. مسئولین محلی ولایت کندوز از آغاز پروژه های ناتمام در این ولایت خبر می دهند. با این همه در ولسوالی دشت ارچی هنوز هم 20 کیلومتر سرک تخریب شدن ترمیم نشده و اگر به صورت اساسی ساخته نشود مشکلات مردم این منطقه همچنان پا بر جا خواهد ماند.
اما مسئولین میگویند که پلان دارند تا پروژه های ناتمام را تکمیل کنند که کار ساخت سرک های کندوز بلخ و کندوز دشت ارچی نیز شامل آن هست. روز گذشته بر اثر بارش، برف و سیلاب در دشت ابدان کندوز، سرک میان مرکز و دشت ارچی این ولایت در صحه کفترخانه از بین رفت که برای چند ساعت هر نوع تردید بر روی مردم متوقف شد. باشندگان دشت ارچی میگویند که هر سال با این مشکل مواجه میشوند و تا اکنون صدای آنان را کسی نشنیده است تا کار ناتمام این سرک را پوره کند. دا اوس د دشت ارچی نه راغلم، کندوز طرف ته روان یم. دا سرک ډیر خراب دی، دا اوس موټر یې سم ولګېدل، تقریبا مخ پمپر مې هم خراب شو او سیاسری مې قطع کړلی، موټر بیخي نه ستللی، د دې ځای کې وضعیت بیخي خراب دی. پرون تر دننه پورې دا لاره بنده وه، بارانونه راغلي، سیاسری ماشومان زنانه مریضان دلته په لاره کې بند پاتې او تر ولایته پورې نه شي تللی. تقریبا 40 کیلومتره سړک به پاتې، نو د سړک په دې حال باندې دی. نو څوک چا پوښتنه نه ده کړې چې دا سړک راته جوړ کړي او سړک کامه راته وکړي. دا سړک هره ورځ داسې خراب وي، هره ورځ دې لارې باندې مونږ مشکلات لرو، تلی نشو، کندوز ته رسیدګي نشو کولی. نو مونږ غواړو چې دا سړک راته جوړ شي. خدای کې دا ګاډیانې ما به دې ولاړې دي ګردې، دا لار ډېر سره خراب ده، ته دا مهرباني وکړي، دا مننه چې دا روډ لږ سره برابر کړي. با آنکه با مسدود شدن این راه قوای کاری وزارت فواید عامه به صحه رسید و راه را بر روی مردم باز کرد، اما رانندگان و باشندگان محل خواهان بازسازی این سرک به صورت اساسی آن هستند. این کاری که فعلا جریان داره خوب است، نسبتا میشه مشکل حل میشه، لیکن دی مشکل یک کاری شد که بنیادی حل شد. مشکل همیشه وقتی بدر یک باران شد و به رقم مشکلات مواجه شدیم، این کاری بنیادی نیست. ولی ببینید دغه سرکونه دی چې اوس پکې د پیلن دپاره موقتی کار روان دی چې دا د یو وخت دپاره خپل کار مساعد کړي، او داسې دایمي کار نه دی چې زموږ دپاره ښه استراحت احساس شي. نو موږ د دولت څخه دا غواړو چې زموږ د سرکونو دپاره ښه پروژه پیدا کی خسارک لاجوږي چې زمونږه سفر بی خطر. ریاست فواید عامه ولایت کندوز میگوید برای حالات اضطراری آمادگی دارند و پلان است تا سرک های کندوز بلخ و کندوز دشت ارچی به صورت اساسی آن بازسازی و ترمیم شوند. ارچی سرک 2.5 کیلومتر دی، 2.5 کیلومتر اساسی را غول سوی دی او 6 کیلومتر پات دی نیمګړی پروژه ده. نو ان شاء الله دا مونږ په پلان کې نیولې ده، 403 کال پلان کې ده چې منظور شي، انشاءالله کار به عملاً جریان پیدا کړي او د خلکو مشکلات به ورسره حل شي. ریاست فواید عامه ولایت کندوز در حال از آغاز پروژه های ناتمام در این ولایت خبر می دهد که به گفته آنان در سال روان به ارزش 100 میلیون افغانی شماری از پروژه ها عملی و به بهره برداری سپرده شده است. و اکنون هم چند خبر از جهان. در حملات تازه اسرائیل بر غزه 150 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های صحی غزه میگویند نیروهای اسرائیلی در بخش های جنوبی غزه و خان یونس بالای خانه های مسکونی و شفاخانه ها حملات هوایی انجام دادند که در نتیجه آن 150 فلسطینی کشته شدند و 10 فرد دیگر زخم برداشتند. در این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اداره مهاجرت سازمان ملل در فلسطین خواست تا کمک های خود را با مهاجرین فلسطینی متوقف سازد. او این سازمان را متهم به همکاری با گروه حماس در حمله بر اسرائیل نموده است. مقام های ایرانی میگویند که امریکا به جای تهدید راه تفاهم سیاسی را اختیار نماید. وزیر امور خارجه ایران میگوید امریکا باید از هشدار و تهدید خودداری نماید و به جای آن راه تفاهم را با تهران در پیش گیرد. در همین حال نماینده ایران در سازمان ملل گفته است که به هر تهدید احتمالی در برابر ایران پاسخ به موقع داده خواهد شد. قبل از این امریکا بار ملامتی حملات بالای مراکز نظامی خود در اردن را بر ایران انداخته بود و جو بایدن رئیس جمهور این کشور تاکید نموده بود که پاسخ این حمله را خواهد داد، اما ایران هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. مقام های امریکایی میگویند که در شرق میانه با بریتانیا در ارتباط با تهدیدات ملیشه های حوثی یمن و گروه های مسلح دیگر صحبت کردند. بر بنیاد گزارش ها لوید آستین وزیر دفاع امریکا با همتای بریتانیایی خود درباره جلوگیری از تهدیدات رو به افزایش در شرق میانه، مسئولیت کشتی ها در بحیره سرخ و بر سر وضعیت بشری در غزه صحبت کرده است. در همین حال
حوثی های یمن میگویند تا زمانی که نیروهای اسرائیلی از نوار غزه بیرون نشوند با حملات خود بر کشتی ها در حال حرکت به سوی اسرائیل در بحیره سرخ ادامه میدهند. بیننده های گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. بقیه اوقاتتان خوش. الان نگهدارتان.